سلام بر شما، من سپهر هستم در فراخبر امشب. صدور فرمان 14 ماده ای از سوی رهبر امارت اسلامی. در ماده هفتم این فرمان تاکید شده که از قوم پرستی، منطقه پرستی، زبان پرستی و پارتی بازی جدا پرهیز شود. صدور این فرمان پس از 7 ماه بیانگر چیست و اهمیت کاربردی این فرمان در شرایط فعلی کدام است؟ اینها و بیشتر در فراخبر امشب. مهمانان شریک در بحث امشب آقایان عبدالحق حماد، آگاه سیاسی، و بلال باور، استاد دانشگاه. مهمانان عزیز سلام بر شما، شبتان بخیر، به بحث امشب خوش آمدین. آقای حماد، بحث را با شما آغاز میکنیم. این فرمان 14 ماده ای حکایت از چیست؟ بسم الله و صلاة و سلام علی رسول الله. قدر من سپیر سپتا شتا و قدر من باور سپتا و طولو کتون که وردون که تسلامون احترامات رندیکم. د امیر المؤمنین دغه 14 ماده ایز فرمان په دغه وخت کې ډیر مهم و چې باید راغلی وای، او د دې اړتیا وه. وخت په وخت د نظامونو زعامتونه او مشران د دغسې فرمانونو اړتیا ویني او هغه جاری کوي او اعلانوي خپلو افرادو ته او ملت ته. په دې ماده کې چې 14، په دې فرمان کې چې 14 مادې دي، ډېر اساسي اړخونه بیان شوي دي. زه غواړم چې مختصر تعلیق پرې ولرم. لومړی بند دا دی چې ټول مجاهدین خپل نیتونه خالص لله فی الله وګرځوي. نیت د مسلمان لپاره تر ټولو مهم شی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انما الاعمال بالنیات، د ټولو اعمالو بنیاد په نیتونو باندې دی. مجاهدین او د اسلامي امارت ټول اعضا، ملکی او نظامي، دا ټول باید خپل نیتونه خالص کړي. نیت معنی دا ده چې دوی باید دغه خدمت او دغه کوم مسؤلیت چې دوی ته ورسپارل شوی ده، د وطن خدمت کول، د وطنوالو، د هیوادوالو خدمت کول، هغوی د نظام ساتنه، دا یو عبادت وګڼي او نیت یې باید همدا وي. یو دویم دا ده چې مشران او کشران دې د تقوا په زینت سره خپل ځانونه ښایسته کړي. تقوا د مسلمان لپاره تر ټولو اساسي شی. تقوا په عمومیاتو کې دوه معناوې لري. یو تقوا دا معنی چې د خدای څخه ویره. ټول مسؤولین باید په هر قضیه کې او په هر معامله کې له الله څخه ویره ولري. او دویمه معنی دا ده چې د ګناهونو څخه ځان ساتل. ګورې، د خدای ویره دا معنی علما لیکي چې ته چې یو عمل کوې، نو ستا به نیت یا فکر به د دو حالتونو څخه خالي نه وي. یا به د فکر دا وي چې الله ما ویني نه ویني، یا به د فکر دا وي چې الله ما نه ویني. ته چې یو کار کوې په نظام کې یا په هره برخه کې وي، که د عقیده دا وي چې الله ما نه ویني خو ته کافر کیږي، او که د عقیده دا وي چې الله ما ویني بیا هم له الله څخه نه ویریږي او دا کار کوي، نو ته ډیر بې حیا انسان یې چې د خدای څخه ویره نه کوي او دا کار کوي. دا ډیر مهم ټکی و. درېیمه معنی یې دا ده چې د الله تعالی ډیر حمد ووایاست چې د مقدس جهاد په برکت او په خپل نصرت سره یې عظیمه فتحه در په برخه کړله. دا ډیره مهمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې ته داخلېده، د فاتحانه عاجزي کوله او حمد یې وایي. حتی روایتو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنه مبارکه د وښ په بوک باندې لګېدل، عاجزي د غرور نه ځان وساتي. بله ماده یې دا ده چې په ټولو چارو کې د عدل او انصاف څخه کار واخلي. عدل او انصاف د اسلامي نظام اساسي رکن دی. عدالت برپا کول او انصاف هر چا ته رسول. پنځم ماده دا ده چې د خپل ځورېدلي ولس سره احسان کوي. دا ډیره مهمه مسله ده. زمونږ ولس اوس ډیر لکه هغه ماشوم چې ډیر وزوریږي، یو مظلوم انسان معمولي شي باندې ژاړي. زمونږ ولس 40 کاله ډیر ځورېدلی. دې ته ضرورت ده چې مونږ مینه ورکړو، مونږ د هغوی زړونه راخپل کړو. دا ډیره اساسي ماده ده. د کبر، غرور، عجب، ظلم او خیانت څخه ځانونه وساتئ. دا کبر او غرور خو هلته په عاجزي کې وویل شول. د خیانت ډیر مهم ټکی دی. اسلامي امارت اعضا باید د خیانت څخه، خیانت څه ته وایي؟ خیانت دې ته هم وایي چې ته په یو چا باندې ظلم کوي، یو چا سره زیاتی کوي. خیانت دې ته وایي چې ته موټر تیز چلوي. خیانت دې ته وایي چې په بازار کې روانې بې ځایه ارنډونه کوي او چو دې شروع کړی وي. دا خیانت ده. دغه راز نور خیانتونه د هر انسان په، د هر مجاهد، د هر مسؤول په کاري محیط کې د خیانتونو په زرګونو چانسونه وي. دې ټولو ته باید متوجه اوسي. د قوم پرستۍ، منطقه پرستۍ، لسان پرستۍ او انډیوال پرستۍ څخه په کلکه ډډه وکړي. دا ډېر اساسي ټکی ده. زما اگر موافق باشین بیشتر بحث میکنیم، دیدگاه آقای باورم بشنویم. آقای باور، چطور یافتین همین فرمانه؟ چرا صادر شد به نظرتان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما حماد صاحب و تمام بینای محترم. قبل از این که من روی از خود مواد و فرمان بحث داشته باشم، میشه که یک مقدمه کوتاه
در مورد حالت امروز که امارت اسلامی بالاخره آمد جایگزین جمهوریت شد، در اصل خود بدیل جمهوریت دانست منیست یک ارزش، منیست یک نظام ارزشی، منیست یک نظام بدیل، نه منیست تنها یک چهره های بدیل که یک چهره بیاد یک چهره بره. شما ببینید ما امروز در عصر جنگ روایت ها قرار داریم و خصوصا قرن 20 و 21 که ما فعلا در قرن 21 هستیم، جنگ روایت هاست، روایت سکولار، روایت کمونیستی، روایت اسلام. و امارت اسلامی به خاطر از این مبارزه کرد که ما روایت اسلام جایگزین روایت سکولار و جمهوریت می سازیم. خب روایت اسلام چیست؟ باید تعریف شود. وقت فرمان در چارچوب امیر روایت باید تفسیر داده شود. ببینه اسلام دید اساسیش یا روایت اساسیش نسبت به دیدش نسبت به زندگی بشر و انسان و حیات یک دید بسیار منسجم و متفاوت از دیگر دیدگاه ها است. یعنی اسلام دیده داره که الله سبحانه وتعالی انسان خلق کرد و پیامبرها را فرستاد، پیامبرها یک هدف داشتند که او را رسالت پیامبرها میگه و رسالت پیامبرها بود که بشریت را رهبری کنند و اسلام را بالای تمام ادیان غالب و ظاهر بسازند. و پس از پیامبر ما دیگه پیامبر هم نمیه، پس این مسئولیت کی داره؟ این مسئولیت امت مسلمه داره و امت مسلمه باید یک حاکم، یک امیر یا امیر المؤمنین را تعیین بکنند بر رضایت مردم، یعنی توسط بیعت شرعی، رضایت مردم که میگم بیعت شرعی، تا این امیر رسالت پیامبرا را پیش بره، اسلام تطبیق کنه و بالای بقیه ادیان و ایدولوژی ها ظاهر و غالب بسازه در سیاست خارجی. پس امروز ما وقتی فرمان در این چارچوب و در این روایت بررسی میکنیم، کلا باید متفاوت نسبت به دیگر فرمان و قوانین دیگر باشه. اما خوشبختانه من فرمان مطالعه کردم، یک فرمان با ماده های بسیار خوب که با اسلام تناقض نداره، مطابق با اسلام است و تقاضای جامعه فعلی است. اما یک باریکی که وجود داره در خود قضیه فرمان، شما ببینه اگرچه نام فرمان بر ازی داده نشده، هدایات امیرالمؤمنین است، صرف یعنی من حیث توصیه هاست، توصیه کردن، یعنی من حیث دستور نیست، دستوری که از امیر صادر میشه و اطاعتش واجب میشه. خدای دیگر جنبه اجرایی نداره، یعنی از نامش پیداست که جنبه اجرایی نداره، توصیه شده صرف از یک دید. از دید دیگه وقت ما حتی اگر فرمان هم صادر میکنیم، فرمان باید زیاد کلی نباشه. یعنی از یک طرف توصیه خوب است، یعنی توصیه امیر هم حق داره، باز وقت بالاش واجب میشه که توصیه کنه دیگر را و تمام مسلمانان دیگر یک دیگر را باید تواصل به صبر و تواصل به حق، این مکلفیت مسلمان است. اما وقتی ما در چارچوب نهاد امارت یعنی نهاد امیر وقت سر ازی بحث میکنیم، ایجاست که باز مسئله توصیه ها از این فراتر میره، یعنی مسئولیت امیر از توصیه فراتر است. امیر کس است که دیگه مسئله نظم جامعه به دوشش است. از این خاطر چون ما امروز در جامعه با یک بحران مواجه استیم و ما باید در جزئیات مشکلات جامعه را حل کنیم، اما در جزئیات جامعه به چی ضرورت داره؟ روایت اسلام که تو در جامعه تطبیق میکنی، تو باید در محور قانونی را تطبیق کنی، قانون که یک ضمانت اجرا داره، یعنی واجب اجراست و ضمانت اجرایی هم داره. یعنی کسی اگر از او فرمان سرپیچی کرد، یعنی یا مجازات داره، درست است. اما این فرمان که صادر شده، این فرمان در حقیقت بسیار موارد کلی و مهم داره که اگر ما تجزیه کنیم به جزئیات، بسیار موارد جزئی دیگه است که سر از او باید بحث شود، از جمله عدالت. خب عدالت چیست؟ عدالت یک مفهوم عام است. وقتی ما میگیم که شما عدالت کنی، عدالت چیست؟ حتی داخل مذاهب اسلامی سر از اختلاف است. در داخل هر کدام از یک بحث مفصل است که در قوانین توضیح داده میشه، قانون ساخته میشه، در قانون توضیح داده میشه، چون خود قانون عدالت است، عدالت تامین میکنه. پس هر جزئیات ماده قانون که مبتنی بر شریعت است و بر اساس تقنین شرعی وضع شده، این عدالت است. پس از این خاطر چون امروز ما در خلای قانونی قرار داریم، از یک طرف، از طرف دیگه جامعه ما در حالت به سر میبره که ما نمیتونیم با توصیه ها مشکل جامعه را حل کنیم. پس بحران اساسی ما خلای یک نوع قانون است که از قانون اساسی گرفته تا به قوانین فرعی که مبتنی بر عقیده شرعی بنا شوه، در اوج است که ما باز امیرالمومنین صرف به توصیه ها اکتفا نمیکنه، چون دستور از او دیگه نافذ است، چون قاعده هم است که میگه امیر اختلاف از بین میبره. پس از این خاطر این خلا باید فعلا از بین برده شود و نه تنها یعنی ما در جامعه یک بحث حقوقی و قانونی همی است که ما صرف جامعه را با قانون نمیتونیم تغییر بدیم. جامعه باید ثقافت سازی شود، سر نهادهای تعلیمی تحصیلی، سر رسانه ها و این مسائل، یعنی برنامه منسجم و منظمی که به شکل هماهنگ پیش بره تا جامعه تربیت شود، در جامعه فضای ایمانی حاکم شود، تا
حتی وقت توصیه هم میشه منس یک قانون او تاثیرگذار باشه. از این خاطر ما خلای متفاوت داریم که توصیه ها به نظر ما خوب است، خوب است، اما من حیث یک نهاد دولتی که صادر میکنه یعنی به توصیه باید اکتفا نشه. بسیار زیاد تشکر آقای حماد. آیا حرکاتی در داخل کشور باعث شده که فرمان صادر شده یک و دوم این یک توصیه است و توصیه را شما چه تعریف میکنین؟ آیا جنبه اجرایی داره نداره؟ اگر جنبه اجرایی داره بدون حالا بحث قانون هم مطرح است، آقای باور مطرح کردن که خلای قانون هم وجود داره. گوری یا خبر خدا ده چی دقا فرمان یا هدایت چی را غیلی دیده دی اسلامی مرد په تشکیل کې چې کوم رسمي خلک دي یا مجاهدین دي یا رسمي دغه دي هغوی ته دا خبره شوې ده، او په دې کې اکثره برخې هغه دي چې هغه د توصیې تر حده پورې قرار لري. تقوا کول دي، مثلا عدالت برپا کول دي، دا یو عمومي توصیه ده. په عمومیاتو کې تل په اسلامي نظامونو کې امیرالمؤمنین توصیه کوي، بیا شورا چې هلته هغه اجرایوي برخه وي هغه بیا د دغه فرمانونو په استناد باندې د دې په رڼا کې بیا هلته اجرایوي قوانین جوړوي، بیا دغه قوانینو د نقص په صورت کې د هغه سزا او هغه هر شی ټاکي. دا یوه موضوع ده. دویمه خبره دا ده چې که موږ د اسلامي مره تیرې دورې ته وګورو، په تیره دوره کې دغسې فرمانونه چې به راغلل یو داسې فرمانونه و چې هغه کې هغه د توصیو تر حده پورې بحث شوی و چې مثلا تاسې عدالت کوي یا تقوا یا نیت یا وغیره، هغه به د توصیې تر حده پورې و. اما کله چې به یو فرمان د یو حکم په اړه راغی چې دا مطلق بند دي، هغې به بیا اجرایوي حیثیت هم درلوده. په دغو مواردو کې تقریبا دا اکثره د توصیو تر حده پورې دي، لیکن د امیرالمؤمنین فرمان په خپله اجرایوي حیثیت لري. مثلا په تیر امارت کې یو امر دا راغلی و د مشر ملا صاحب رحمه الله له طرفه چې سیګریټ د مجاهدینو لپاره بند دي، په روا او ناروا پسې به نه ګرځي، بند دي. بیا به دا فرمان په هر وزارت او په هر اداره کې زړېدلی و، مجال و چاته چې د دې خلاف ورزي وکړي او دغه خلاف بیا هغه به جرم ګڼل کېده. ضرورت یې څه و دي؟ زه داسې یو باعث نه وینم چې هغه یو حرکت یا یو عمل د دې باعث شوی چې دا فرمان. معمولا په نظامونو کې فرمانو راځي. ستاسې ډېر تمرکز په دې راپور کې چې مخکې د بحث نه تاسې خپور کړي د قوم پرستۍ موضوع، یو شی چې زه احساسومه هغه دا دی چې اوس د افغانستان دښمنان غواړي چې زموږ وطن د یوې نوې توطیې ښکار کړي، یوه نوې توطیه په کار واچوي چې هغه د قوم پرستۍ ده، او دی په دې باندې اوس ډیر عمیق کار روان دی. دا اوس موږ تاسې وینو چې داسې ویډیوګانې رامخته کېږي چې هغه شپږ میاشتې، اووه میاشتې، اته میاشتې پخوا ثبت شوي دي، لیکن اوس وخته ساتل شوي وي. اوس یو ډېره وړه قضیه وي، کله ناکله داسې موارد وي چې هغه اصلا په افغانستان کې نه وي پېښه شوې، اصلا هغه وجود ونه لري، یا یو جالي موضوع وي د دې دپاره چې دلته د قومونو ترمنځ واټن ایجاد کړي، د قومونو ترمنځ بدګمانۍ پیدا کړي. په دغه وخت کې د دې اړتیا وه چې اسلامي امارت زعیم دغه موضوع باندې ټینګار وکړي چې دا ډېر ښه اقدام شوی دی. پاتې شول دا چې د قانون خلا موجوده ده. که په یو لحاظ واخلي اسلامي نظام کله هم د قانون د خلا سره نه مخ کېږي، ځکه زه سپیر صاحب ماته لږ وخت راکړي. اسلامي نظام کله هم د قانون د خلا سره نه مخ کېږي. زموږ اسلامي نظام یا اسلام دین د نورو دینونو سره تفاوت دا لري چې زموږ دین د نظام او د حکومتداري دین دی. بالخصوص حنفي فقه چې امام ابو یوسف رحمه الله په خپل وخت کې قاضي القضات و، داسې ماده نشته چې هغه یوې قضیې ته یو حل او یو قانوني اړخ ونه لري. لیکن دا چې یو مدون قانون چې نړیوالو ته موږ وړاندې کړو یا دا چې د اساسي قانون په توګه ومنل شي، داسې قانون زمنه نه دی تر اوسه مدون شوی، لیکن په دې باندې کار روان دی. زه په دې خبر یم او دې ته جدي توجه شته. لیکن داسې یو پیښه چې کېږي، یوه قضیه رامخکې کېږي، موږ د حنفي فقه د اسلام په رڼا کې هر شي ته جزیه لرو، هر شي ته موږ قوانین لرو چې د هغه قوانینو په رڼا کې دا شل کال اسلامي امارت قاضیانو د هغوی محاکمو فیصلې کولې او ډېر په عدالت او په انصاف ولاړې فیصلې وي. هر شي ته جزیات شته، لیکن مدون شی تر اوسه نه ده ایجاد شوی. امید ده چې ایجاد شي. آقای باور، همین فرمان فکر میکنین چقدر میتونه وضعیتی که بر فعلا
هست و انتقادها هم هست از نهادهای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر گرفته تا در مورد اینکه انگشت اتهام ها به طرف امارات اسلامی است که در مورد کشتار نظامیان، دستگیری و شکنجه فعالان حقوق زن و حتی در این روزهای اخیر حذف واژه فارسی از تابلوی دانشگاه ها و دادگاه های صحرایی بازتاب گسترده داشت. آقای حماد هم صحبت کرد، میتونه تغییر بده وضعیت؟ ببینید، من قبلترم در سخنهای خود این مسئله را اشاره کردم. وقتی ما روی جامعه میخواییم تاثیرگذار باشیم و جامعه را بخواییم رهبری کنیم، مبتنی بر یک روایت خاص که ما با او روایت خود را عجین ساختیم، که وقتی ما میگیم امارت اسلامی یعنی امارت اسلامی خود عجین ساخته با دایی اقداریان اسلام، یعنی میخواهیم مبتنی بر روایت اسلام مشکل را حل بکنه. وقتی ما میخواهیم مبتنی بر روایت اسلام جامعه را تنظیم کنیم، خصوصا در یک قرن 21 که جامعه بسیار پیچیده شده در روابطش، ما تنها با فرمانهای کار را کرده نمیتونیم. قسمی که حماد صاحب مسئله را اشاره کردن که بله، اسلام یک پکیج کامل و بسته است که راه حل های جزئی و کلی در این بخش داره، اما ما 1400 سال بعد از اسلام قرار داریم، یعنی 1400 سال بعد از اسلام مذاهب گوناگون است و در هر مذهب اختلاف نظرهای گوناگون است. شما مد میگید این فرمان در نفس خودش جنبه اجرایی هم داره، تاثیرگذار بتونه باشه زیاد، حتی اگه اجرایی باشه. شما ببینید وقتی ما امروز از ساختار نظام گپ میزنیم، اول مبتنی بر اصول شرع وقتی یک دولت قائم میشه، یعنی اساس وقتی ما میگیم یک دولت دولت اسلامی است، دولت وقت اسلامی میشه که مبتنی بر عقیده اسلامی بنا شود. یعنی چی معنا؟ یعنی در او دولت حکم از آن الله باشه و قدرت از آن مردم باشه. یعنی حکم از آن الله، یعنی تمام فرامین، قوانین، پالیسی ها، سیاست داخلی، سیاست خارجی، تمامش از استخراج شده از مصادر شرعی توسط راهکارهای شرعی که اجتهاد است استخراج شود. و بحث دیگه میمانه به قدرت. یعنی گپ اساسی در ساختار دولت اسلامی قدرت است. پس از اوست که فرمان ها واجب میشه سر مردم و حتی اهل حکومت که از او اطاعت کنه. چی معنی؟ یعنی هر وقت که حکومت قدرت را از مردم توسط بیعت شرعی بگیره، چون بیعت شرعی قرارداد است. چی معنی؟ یعنی مردم میایه به اساس رضا و رغبت، میایه یک نفر نایب خود تعیین میکنه، میگه تو اسلام تطبیق کو سیس یا توسط فرمان قوانین و در بدلش من از توی اطاعت میکنم. اینی بیعت شرعی فعلا وجود نداره که یک قرارداد میان مردم و حاکم باشه که وقتی از طرف حاکم قانون یا فرمان یا توصیه یا هر چیز دیگه صادر میشه، مردم بگه که ای حاکم است، نایب است، امیر است، امیرالمومنین است، سرما باید ها چی است؟ مثلا فرمان های صادر شد و بالام صادر میشه، توصیه ها داده میشه، اگر اینا به صورت کل یعنی به درستیش با جزئیاتش اجرا نشه، وضعیت مثلا شکایت ها، انتقاد ها بالا باشه و در ادامه بیشتر شوه، راهکاری برای که شما پیشنهاد میکنین چی است؟ نظر من ای است، شما ببینه ما الحمدلله از یک حالت اشغال نظامی و اشغال فکر غربی برآمدیم، به یک حالت رفتیم که نه تنها افغانستان، حتی من ویدیوها و پیامهایی را دیدم که از داخل مسجد الاقصا امید به طرف امارت اسلامی بوده، صدا میزدن به طرف امارت اسلامی که در آینده میتونه امید برشان باشه. در صحنه عملی راه حل اساسی است که شما ببینید در نخست، چون متاسفانه امروز امارت اسلامی سیاست خارجی خود اولویت داده، سیاست داخلی تعطیل شده، یعنی سیاست داخلی مبتنی بر سیاست خارجی پیش میره. اما راه حل اساسی است که ما سیاست داخلی را اولویت بدیم. به چی معنا؟ یعنی دولت و ساختار خود مبتنی بر عقیده اسلامی شکل بدیم، یک بس که بیشتر در قانون اساسی ظاهر میشه. یعنی قانون اساسی چی میکنه؟ قانون اساسی واضح میسازه که اساس و مبنای نظام چیست، ساختارش چیگونه است، و حاکم چیگونه تعیین میشه، حاکم چیگونه برطرف میشه، سیاست داخلی چی، سیاست خارجی چی، قضا چیگونه است، سیاست نظام اقتصادی چیگونه است، تعلیمی چیگونه است، یعنی در کلیاتش اصول وضع میشه. یکی از مواد این فرمان مسئله اعتماد است. یعنی از مجاهدین امارت اسلامی خواسته که شما کارهای را انجام ندهید که به اعتماد امارت اسلامی لطمه بزنه. اعتماد یک کار نیست که تو یک کس را بگی سر ما اعتماد کو، اعتماد کنه. اعتماد یک مرحله طبیعی میخواد. مرحله طبیعی به چی معنا؟ یعنی یک کسی که در مقابل تو هویت داشته باشه او سرت اعتماد میکنه. یعنی یک حاکم یا یک دولتی که مردم او را از خود بدانه و مبتنی بر ارزش های خود بدانه و او را مردم مبتنی بر بیعت تعیین کرده باشند
و دولت دولت خود بدانه بر سر از او اعتماد داره، بر از او هویت داره، از او دفاع میکنه و تشکر. پیش میره و این چیز است که جمهوریت با اینمی عدم اعتماد سقوط کرد. بسیار تشکر. این مشکل اساسی است. پس از این خاطر راه حل اساسی است که ما در داخل متمرکز باشیم و نظام خود، ساختار خود مدون بسازیم، تعریف کنیم تا مردم موقف خود پیدا بکنن که ما چی کنم، امارت هم راه خود پیدا کنه، سیاست داخلی ما واضح شه، خارجی هم، تا حتی مسلمانایی که یک کس را محاسبه میکنن و تشویق میکنن راه خود پیدا بکنن. بسیار زیاد تشکر آقای حماد. یک موضوع بسیار مهم است که در تاریخ افغانستان بارها مطرح شده و حتی همین جنجال هایی که در دهه های گذشته هم بوده، همین بحث قوم پرستی بوده، منطقه پرستی بوده، زبان پرستی بوده و پارتی بازی بوده و شما هم در واقع امارت اسلامی سنگ افتخار به سینهش زده که ما این کارا را نمی کنیم. حالا در این فرمان چرا آمده به نظرتان؟ مخکې ما اشاره وکړله چې اوس یو توطیه افغانستان ته متوجه ده چې دا قومونه سره بې اعتماده کړي او یو قوم پرستۍ ته لمن ووهي. له همدې امله ضرورت دی چې دا کار وشي. ما مخکې ځینې اشارې درلودلې چې په لوی لاس باندې داسې ویډیوګانې داسې شیان ملت ته ښودل کېږي چې د خلکو ذهنونه خراب کړي، یا د طالب په نامه باندې یو څوک راځي هغه یو حرکت کوي چې هغه د ځینو قومونو د ازار او اذیت سبب کېږي، د خفګان سبب کېږي. دا یوه توطیه زه بولم، لیکن د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې څومره په داخل نه پوهېږم چې هغه قوم پرستۍ ته اصلا د یوې چټلۍ او د یو ګندګۍ په قوم پرستۍ ته په دې نیت ګوري، لکه حدیث کې چې دې ته اشاره شوې. تر دې ډېره مهمه خبره چې جناب باور صاحب اشاره ورته وکړه، لومړی دا چې د اسلامي نظام بنیاد باید په اسلامي عقیده باندې وي. دا ډېر اساسي شی ده چې اسلامي امارت دا سل په سله تطبیق کړی ده چې دغه نظام ټول د اسلامي عقیدې په اساس باندې دا شوی ده، یو اوږد بحث ده. بل د شرعي بیعت خبره دوی وکړله. ګورئ، موږ الحمدلله مسلمانان یو. دغه د اسلامي امارت لومړی ځل چې په افغانستان باندې حاکم شوی و نن شل کاله مخکې، په هغه وخت کې اسلامي امارت سره د افغانستان د ګوډ ګوډ څخه 15 علماو د ملت په استازولۍ او د دوی په نمایندګۍ باندې د امیرالمؤمنین مولا احمد عمر مجاهد رحمه الله سره بیعت وکړه، او هغه یو شرعي بیعت و چې هغه ملت دغې تر شا ولاړو. بیا د اسلامي نظام یو اصل دا ده چې امیر تر څو پورې کوم شرعي جرم نه وي کړی هغه له خپل منصب څخه نه عزل کېږي، یا دا چې وفات شوی یا شهید شوی نه وي هغه له خپل منصب څخه نه عزل کېږي. مولا احمد عمر مجاهد رحمه الله چې کله وفات شو، د هغه نه وروسته دا بیعت انتقال شو مولا اختر محمد منصور ته د شورا او د علما او په مشوره باندې غته انتقال شو. د هغه وروسته شیخ صاحب هبت الله ته انتقال شو. دا هماغه د شری بیعت یو تسلسل ده. په دې منځ کې چې دا شل کاله کوم حالت راغلی و، دا غیر مشروع و، دا یو غیر یو تحمیلي نظام له بهر څخه تپل شوی و. موږ هغه مشروعیت چې کوم شل کاله مخکې د نظام درلود، هغه مشروعیت دا شل کاله هم پاتې و. دا یو 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 په منځ کې یو غیر مشروع راغلی و، هماغه مشروعیت اوس هم راغلی ده او اوس هم په خپل حال پاتې ده. او دا په شری لحاظ باندې دا چې ولې یو عمومي بیعت نه اخیستل کېږي، عمومی شاید د باور سره دا هدف وي. ګوري، په اسلامي نظامونو کې د ټول ملت څخه بیعت نه داخستل شوی، هغه د ملت د استازو څخه، د نخبګانو څخه، د علماو څخه، د پوهانو څخه، د متنفذینو څخه بیعت اخیستل شوی چې دا په هغه پیل کې شوی ده او اوس هغه تسلسل را روان ده. آقای حماد، خیلی کوتاه، حالا موضوعات مختلف در مورد رای حل افغانستان مطرح میکنن، جرگه را مطرح میکنن یا انتخابات مطرح میکنن، حالا چی باید شوه از دید شما برای اینکه افغانستان از این وضعیت بیرون شوه، از زبردستان تا زیردستان چی باید بکنه در قبال مردم که اعتماد سازی شوه؟ په دې فرمان کې چې څه شی راغلی دی، په دې کې عمومي دا توصیه شوې ده چې حکومت او ملتونه باید سره نږدې شي. زما دوه توصیه دي په دې مورد کې. یو، د حکومت مسؤلینو ته د همدې فرمان په اساس باندې چې تاسې ملت ته زړه ورکړئ، ملت ته مینه ورکړئ، ملت ته ورنږدې شئ، د ملت له دردونو څخه ځان خبر کړئ، ملت چې څه شی غواړي، څه ارمانونه لري، په هغوی باندې لا ښه ډېر ځان خبر کړئ. له بل طرف ته مې ملت څخه دوه غوښتنې دي. لومړی دا ده چې دوی د حکومت تر څنګ ودرېږي، او دا حکومت د افغانستان د ثبات لپاره یوازینی هیله وبولي، او همداز موږ یوازینی ورسته هیله ده. دویمه هیله مې دا ده چې ملت باید دعاګانې وکړي. ګوره، دا دعاګانې تقدیرونه بدلوي. امام محمد رحمه الله فرمایي، وایي که زه پوه شم چې د عرفات په میدان کې زما یوه دعا قبلیږي، زه به د حاکم د وخته دغه دعا وکړم چې خدای پاک دې توفیق ورکړي چې د خپل ملت ښه خدمت وکړي. د دواړو طرفونو څخه کار کول پکار دي. لوړ رتبه مسؤلین، متوسط او ټیټ رتبه مسؤلین، دا باید دغه نظام هم غنیمت وګڼي او دا ملت خپل نږدې او همکار وګڼي. بسیار زیاد تشکر آقای باور، خیلی کوتاه.
خب یک جمله مصرف میخوام مشارکت کنم در مورد بیعت امیر المومنین ابن عمر رحمه الله. شما ببینید بیعتی که در امارات اول گرفته شد اماراتی بود که به خاطر امیر المومنین نبود. خود طالبا به اشاره میکنند که مسئله اصطلاح امیر المومنین امارات یک کم تصادفی بود که بعد ایجاد شد. تشکر از حضورتان مهمانان عزیز. بلال باور استاد دانشگاه عبدالحق حمات آگاه سیاسی، خوش آمدید به وسیم شب. با حال هم از شما خداحافظی میکنیم.